سرخط مهمترین خبرهای امروز. زور سنگین نظامیان طالبان در شمال کابل. منابع محلی میگویند بازرسی خانه به خانه جریان دارد. جبهه مقاومت ملی از کشتن 7 جنگجوی طالب در کاپیسا خبر داد. درگیری مرزی در اسپین بولدک 3 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند. منابع محلی میگویند طالبان در بخش‌های از کاپیسا بازرسی خانه به خانه را آغاز کردند. جنگ به دروازه‌های کیف پایتخت اوکراین رسیده است. امیرالمومنین طالبان برای حکومت سرپرست 20 نفر را به عنوان والی و معین وزارتخانه‌ها تعیین کرد. رستوران وحشت در ریاض با پیشخدمت‌های زامبی و خوناشام. و ولادیمیر زلنسکی میگوید اوکراین در برابر تهاجم روسیه تنها رها شده است. سلام، شما بیننده و شنونده خبرهای این ساعت با من ناس حسنیار از فراخبر هستین. برای آگاه شدن از تازه‌ترین اخبار افغانستان و جهان فراخبر را دنبال کنید. مشروع خبرها. شماری از باشندگان خیرخانه در شمال کابل گزارش دادند که خانه هایشان توسط جنگجویان طالبان بازرسی شده است. این شهروندان میگویند با حضور سنگین طالبان بخشی از شمال شهر چهره نظامی به خود گرفته است. گزارش های از منبع هر نوع تردد در بخشی از خیرخانه نیز به دست رسیده است. یک دانش آموز صنف آمادگی کنکور به افغانستان انترنشنال گفت که با او اجازه داده نشد که برای شرکت به درسهایش به آموزشگاه برود. یکی از باشندگان خیرخانه گفت که آنها وارد خانه ما شدند و در جستجوی اسلحه همه اتاقها را زیر رو کردند. باشندگان دیگر میگویند که جنگجویان طالبان در جستجوی افراد مشخص بودند. هنوز طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. پس از سقوط کابل در ماه اگست قطعات ویژه طالبان بارها بر شمال شهر هجوم بردند. جبهه مقاومت ملی میگویند که 7 جنگجوی طالب را در یک حمله چریکی در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا کشته است. با گفته سبقت الله احمدی سخنگوی این جبهه، حمله چریکی بر یک حاموی نیروهای طالبان حوالی ساعت 9 شب پنجشنبه صورت گرفته است. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. احمدی در توییتر نوشته که در این حمله چندین جنگجوی دیگر این گروه نیز زخمی شدند. نوار تصویری منتشر شده در صفحه توییتر احمدی نشان می‌دهند که یک هاموی طالبان ظاهراً با ماین کنار جاده برخورد می‌کند. دیروز نیز جبهه مقاومت ملی خبر داده بود که نیروهای آن شماره از افراد طالبان از جمله ملا عزت الله قندهاری، یکی از فرماندهان قطعه سرخ، را در منطقه شوتل ولایت پنجشیر کشتند. اما گروه طالبان با رد این خبر آن را تبلیغات فیسبوکی توصیف کرد. حملات این جبهه علیه طالبان در این اواخر افزایش یافته است. سخنگوی این جبهه میگوید که طی 24 ساعت گذشته سه حمله مرگبار علیه طالبان را راه اندازی کردند. منابع محلی در ولایت قندهار میگویند که میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی شب گذشته در گذرگاه اسپین بولدک درگیری رخ داده است. با گزارش اسپوتنیک و نقل از روزنامه اطلاعات روز، یک منبع میگویند که این درگیری ساعت 8 دیروز رخ داده است. ساخت یک جاده و یک پاسگاه از سوی نیروهای طالبان در منطقه ویش دلیل این درگیری گفته شده است. با گفته منبع در این درگیری تاکنون 3 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند. معلوم نیست که کشته شدگان و زخمیان تنها شهروندان افغانستانند و یا از مرز پاکستان نیز در میان آنان شاملند. در همین حال لالی ماما، یکی از ساکنان ولسوالی اسپین بولدک قندهار، به خبرگزاری فرانسه گفته است که درگیری شدید بوده و نیروهای پاکستانی از سلاح‌های سنگین استفاده کردند. منابع محلی از کاپیسا گزارش دادند که طالبان بازرسی خانه به خانه را در بخش‌های از این ولایت آغاز کردند. تاکنون رسوهای حصه اول، حصه دوم و بخش‌های از مرکز کاپیسا بازرسی شدند. در همین حال یک جلسه اضطراری در مقر ولایت کاپیسا با حضور مقامات ولایت طالبان جریان دارد. باشندگان کاپیسا میگویند که طالبان و دنبال هر نوع تجهیزات نظامی خانه ها را بازرسی میکنند. یکی از باشندگان این ولایت گفت که آنها حتی تفنگ شکاری را نیز ضبط میکند. به نقل از این منابع، بعضی از وسایل هنرمندان محلی کاپیسا نیز ضبط شده است. هنوز طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است.
طالبان برای حکومت سرپرستشان والی، معاون والی و معاون جدید معرفی کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که بر اساس فرمان امیرالمؤمنین هیبت الله خونزاده تعیات زل در شمار از ولایت حاضرت گرفته است. مولوی محمد داوود مزمل والی پیشین ننگرهار به حیث معاون نخست وزارت امور داخله، ملا عبدالخالق آخون معاون پیشین ولایت زابل به حیث معاون هماهنگی قبایل و جرگاه‌های وزارت سرحدات و قبایل، ملا محمد عیسی آخوند معاون پیشین وزارت معادن به حیث رئیس عمومی شرکت برشنا، ملا عبدالغفار محمدی قماندان پیشین امنی قندهار به حیث معاون قلورده 205 البدر، مولوی رحیم الله محمود به حیث قماندان امنی قندهار، مولوی عبیدالله به حیث والی پروان و مفتی محمد ادریس به حیث معاون والی پروان، مولوی عبدالعزیز به حیث قماندان امنی پروان، قاری محمد دیم به حیث قماندان امنی بغلان، قاری بریال به حیث والی کاپیسا و مولوی ضیاءالحق به حیث قماندان امنی کاپیسا، شیخ ندا محمد به حیث والی کابل، مولوی محمد یونس مخلص به حیث معاون والی کابل، مولوی سعید به حیث عامر امنیت ولایت کابل و حاجی گل محمد به حیث والی ننگرهار، مولوی ربانی به حیث معاون والی ننگرهار، مولوی قیام به حیث قماندان امنی ننگرهار و قاری بدر به حیث قماندان امنی کندوز، شیخ زور محمد به حیث معاون والی نورستان غربی و سلیمان آقا به حیث معاون والی زابل. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت دفاع اوکراین گزارش داده است که جنگ به دروازه‌های کیف پایتخت اوکراین رسیده است. در همین حال ارتش اوکراین در توییترش نوشته که نیروهای مسلح این کشور شمار زیادی از وسایل زرهی روسیه را در مناطق شهرک‌سازی در دمیر و ایوانکیف از کار انداخته است. سرویس جهانی بی بی سی نوشته است که ارتش اوکراین با نبردهای شدید در نزدیکی پایتخت کیف در تلاش است تا تهاجم تمام عیار روسیه را دفع کند. درگیری در یک میدان هوایی در حومه‌های شهر جریان دارد و اگر نیروهای روسیه آن را تصرف کنند می توانند به راحتی وارد پایتخت شوند. در ریاض پایتخت عربستان سعودی رستوران فعالیت دارد که به مشتریانش فرصت می‌دهد با اشباع غذا بخورند. در این رستوران زومبی‌ها از مهمانان پذیرایی می‌کنند. زنان عربستان در رستورانی که در آن زومبی‌ها پیش خدمت هستند وقت گذرانی می‌کنند و قیمت‌ترین هزینه را پرداخت می‌کنند. رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که کشورش برای دفاع از خودش در برابر تهاجم روسیه تنها شده است. زلنسکی گفت که امروز از 27 رهبر اروپا پرسیدم که آیا اوکراین در ناتو خواهد بود یا خیر؟ به طور مستقیم پرسیدم، همه می‌ترسیدند و جواب نمی‌دهند. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی که روز پنجشنبه 5 خود ایراد کرد گفت که مدافعان اوکراین متحمل ضربات مستقیم شدند. او اعلان کرد که دشمن توانست بخشی از کشورش را اشغال کند، اما تأکید کرد که مدافعان دوباره آن را به دست می‌آورند. زلنسکی با اشاره به گفتگوهایی که با رهبران جهان پس از تهاجم روسیه داشت به مردم اوکراین گفت که ما مورد حمایت قرار داریم. با این حال او افزود که مردم اوکراین در دفاع از کشورشان تنها ماندند. زلنسکی در پاسخ به این سوال که چه کسی حاضر است در کنار ما بجنگد پاسخ داد، راستش من چیزی نمیبینم. او با اشاره به ناتو گفت که از آنها میپرسم با ما هستی؟ جواب میدهند که با ما هستند، اما آنها حاضر نیستند ما را با اتحادیه ببرند. زلنسکی همچنان بر شایعات مبنی بر خروج او و خانواده‌اش از پایتخت اوکراین پرداخت. او گفت من میدانم که در چنین لحظات شایعات زیادی منتشر میشود، و ویژه اینکه من ظاهرا کیف را ترک کردم، من در پایتخت میمانم، با مردمم میمانم. در طول روز ده ها گفتگوی بین المللی انجام دادم و مستقیما کشورمان را مدیریت کردم. من در پایتخت خواهم ماند. زلنسکی گفت که خانواده من نیز در اوکراین هستند، فرزندان من نیز در اوکراین هستند، خانواده من خائن نیستند و آنها شهروندان اوکراین هستند. بیشتر بخش‌های سخنرانی زلنسکی به گرامی داشت از صدها سرباز اختصاص داده شده بود که در طول روز توسط نیروهای روسی زخمی و یا کشته شدند. او در جریان سخنرانی گفت که 137 اوکراینی کشته و 316 تن دیگر زخمی شدند. با گفته او 10 نفر از کشته شدگان افسر بودند. زلنسکی گفت که در جزیره زمینی ما که تا آخرین لحظه از آن دفاع می‌کردیم، همه مرزبانان و قهرمانان جان باختند، اما تسلیم نشدن به هر یک از آنها عنوان قهرمانی اوکراین عطا خواهد شد. زلنسکی در نهایت گفت که اکنون سرنوشت کشور ما کاملا به ارتش ما، قهرمانان ما، نیروهای امنیتی و همه مدافعان ما بستگی دارد. اکنون سرنوشت کشور ما به مردم ما، درایت شما و حمایت بزرگ همه دوستان کشورمان بستگی دارد. او سخنرانیش را با تاکید بر جمله افتخار بر اوکراین به پایان برد. بس توجه و همراهیتان جهان سپاس. شما بیننده و شنونده خبرهای این ساعت از فراخبر بودین.